بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اگر خواهان اجرای پریزنتیشن هستین، پس باید قبل از پریزنتیشن به تنظیمات خاصی که شما در بخش سلاید شو دارین با آن آگاهی داشته و مورد استفاده خود قرار بدین. در نخست در بخش سلاید شو تب داریم From the Beginning، چون بخش Start سلاید شو هست، شما میتونین که در هر سلاید کرسر خود بگذارین، اما وقتی که میخوان شروع کنین از شروع، پس From the Beginning کلیک کنین، از صفحه یا سلاید نخست شروع میشه. که شما قبل شارتکت F5 فشار دادن، F5 عین می کاره انجام میده. اما قرار باشه که شما از یک سلاید مشخص میخوان شروع کنین، فرض مثلا از این سلاید میخوام شروع کنم، پس from this سلاید انتخاب میکنم و شما شارتکت چه میبینین Shift F5 هم اجرا میشه. اما شما اگر در خصوص میخواین که فقط 3 سلاید یا 4 سلاید باتم پلی شه و دیگاش پلی نشه، پس شما کستم سلاید شو ساختن میتونین. این سلاید هایی که دلخواه خودتان است و با کدام ترتیب باشه اختیار شما، در کستم سلاید شو داخل شاین، در بخش نیو برین و سلاید نمبر های خود مشخص کنین. فرض مثال ما در اینجا سلاید نمبر 9 و 10 خود اضافه میکنم، پس اد با کمک اد افزود میکنم و 11 همچنین افزود. و بعد از اینکه افزود کردم، می خواهیم که در اینجا دیگه به ترتیبی که دوست دارم استفاده کنم، مثل که اقسام خطرات می خواهم دول بیارم، پس موو و استفاده میکنم و اوکی افشا میدم. خب ایناله وقتی که من اینجا ایره کلوز کردم، فردا پس فردا می خواهم که از نمو قسمتی که ما جور کردیم از اونجا سلاید شروع کنم، نه from the beginning نه from current slide، بلکه در پایین از این مهم custom slide show و انتخاب میکنم و سلاید نمبر اقسام خطرات و سلاید نمبر 9 10 11 و 12 پلی میشه، دیگه ختم میشه. اینم چهار سلایدی که شما تعیین کردین. در بخش کستم شو دیگه چی داریم؟ با کمک نیو دیگه انتری ناو میشه، با ادیت میشه که تغییر بدین، اسمش بگیرین مای کستم و شما میتونین با ریموو بلوک از بین ببرین، با کپی دوپلیکیتش کردن میتونین و با شو به نمایش قرار داده میتونین. دیگه ما شما سلاید شو ستاپس داریم. چند گزینه اینها را شما بلد هستین، مثلا سلاید شو شما آل است، از اول تا آخر پلی میشه، یا مشخص میکنین که سلاید نمبر 31 الا 61 بارتان پلی شوه، یا در کستم سلاید شو میرین و چیزی که شما در کستم سلاید شو مشخص کردین، 4 تا 5 تا که بشه انتخاب کردیم اجرا کرده میتونیم. هر سلاید شو که ما اجرا میکنیم همیشه فول سکرین هست، شما چون F5 فشار میتونیم. اما ممکن هست که اگاه ما شما تاسک بار میخوام ببینیم که وقت زمان چقدر مانده و چقدر نمانده، پس اگر ما دیگه ویندو رو بگیرم و کرف شابتم و اینا، اگر ما اینجا سلاید شو رو یا F5 شابتم، ببینیم که ما هنوز تاسک بار دیدن میتونیم، چون دلیلش وقت زمانش هست، سلاید شو هست وقت زمان. اگر خواستیم ختم کنیم اسکیپ اف شان میتم و بس به صفحه می. خب بازم میریم در سلاش شو آپشن، دیگه داریم کیاسک مود. در کیاسک مود کیبورد و ماوس شما دیگه نتیجه نمیده، بلکه شما باید اکشن بتن داشته باشین که این رو شما قبل از قبل دیدین در بخش اکشن بتنز. دیگه داریم شو آپشنز، شما وقتی که سلاید ختم میکنین دوباره از اول آغاز نمیشه الا که این آپشن فعال نکنن. لوپ کنتینیوس انتل اسکیپ، فرض مثال می دیجی اوکی رو فشار دادیم و F5 فشار میتم، نشونه میکنم 61 و انتر آخرین سلاید است. وقتی که من انتر میکنم دوباره از اول شروع میشه، چون من دیجی کستم سلاید شو گرفته بودم. ببینین که ختم میکنم با انتر می پس در نخواست الا که اسکیپ فشار نتم، مثل که شما میخواین تمرین کنین و تکرار کنین، پس با شما به شکل خیلی خوب خواهد بود. و اگه این گزینه رو غیر فعال کنم اوکی کنم، F5 ما فشار میدم، نکس نکس نکس، انتر 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 و آخری انتر که ما فشار بدم دیگه دیگه ختم میشه و انتر دیگه دیگه اصلا شو میبرایم. دیگه در بخش سلاید شو شو without narration without animation است که چند دقیقه بعد شما خواهد دیدین. disable hardware graphic acceleration است، بعضی کسا فرض مثال ویدیو خیلی قوی استفاده میکنین و شما فرض گرافیک کارت دارین، پس گرافیک کارت خود فعال یا انیبل کردین، disable هم کرده میتونین. ممکن که گرافیک کارت شما ظرفیتش پایین یا بالا باشه، پس میتونین کار کنین. دیگه پن کلر و لیزر کلر داریم، شما هرگاه که در F5 برین دیجا رایت کلیک ماوس کنین، دیجا شما آپشن سکرین و آپشن بلک سکرین وایت سکرین دارین و پوینتر آپشن هم دارین که پن شما با کدام رنگ آغاز شود یا لیزر شما با کدام شکلی باید باشه. پس هر دوش رنگ سرخ است، ممکن است که با اسکیپ میره دسکارد بگیرم به فعلا البته، و ممکن است که رنگ دلخواه خود اینجا تنظیم کنیم، یکش سبز انتخاب بگیرم، دیگرش رنگ آبی. اوکی رف شامیتم نال F5 و رایت کلیک ماوس و اینال. اگر من بیام در پوینتر لیزر ببینیم که با کدام رنگ شد، و حال اگر من پن سلیک کنم با رنگ سبز اجرا میشه، قسمی که شما خودتان انتخاب کرده بودین. دیگه در اینجا من دوباره دسکارد سلیکت میکنم
و میریم سوی سلاید شو ستاپس. دیگه داریم در ادوانس سلاید آپشن هست که منوال هست و یوز تایمینگ هست. منوال چون دفالت آپشن هست و چیزی نداریم، اما تایمینگ انشالله چند دقیقه بعد خواهد دیدیم که چیکار کردن میتونیم. دیگه تعداد مانیتر ما یکی هست، پس من نمیتونم مزید از این قسمت استفاده کنم، اما در آینده ها برتن کار خواهد کردیم که ملتی مانیتر چی آپشن به ما اضافه خواهد شد. یکی از سلاید ها میخواین پنهان بسازیم و در سلاید شون نبیاد، مثل که این سلاید نمیخوام اجرا شد، پس هاید استفاده کرده میتونم. یک خط بالش آمد و حالا اگر من F5 فشار بدم next 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 کنم، ببینید که اون سلاید دیگه پلی برتن نمیشه چون هایدش کرده. و اگر دوباره در پلی میخواین ان هایدش کرده میتونم. رهرس تایمینگ کمکتان میکنه که هر یکی رو شما تایمینگش تنظیم کنن که چند ثانیه بعد اجرا شد. و با فیلم رهرس تایمینگ کلیک ماوس میکنم، فقط همین چند سلاید داریم. سلاید فیلم ها چقدر شد، کلیک ماوس میکنم، شما ببینید که توتال تایمینگ و کرنت تایمینگ است. کلیک ماوس و کلیک ماوس و دیگه چون ختمش کردم میخواین سیوش کنم، یه صفحه فشار میدم. این حالا در وقت سلاید شو میتونیم از تایمینگ استفاده کنیم چون یوز تایمینگ اف پرزنت فال است. اوکی، و حالا اگر من کلیک ماوس کنم ببینید که اتومات خودش چینج میشه چون زمانی که باش مشخص کرده بودیم همان زمان دیگه در حالت حرکت خواهد بود. خب من دیگه اسکیپ اف فشار میدم و اگر بخوایم رهرس تایمینگ دوباره انجام بدم کلیک ماوس کرده و دوباره آغاز کرده میتونم. این بار سریع ان کلیک میکنم و دوباره یه سر فشار دادم میتونم. اگر نمیخوام سیوش کنم پس نور انتخاب کرده میتونم. دیگر ریکارد سلاید شو هست که انشالله بعدا ما شما با مایک و ویدیو ریکارد خواهد کردیم. امیدوارم تا این قسمت بخش تنظیم سلاید شو را فهمیده باشین. شاد و موفق باشین.